سلام، روز روزگار به شما خوش. اگه شد ما دو تا زخم کاری بهمون وارد شده در ماهای اخیر. زخم کاری دو اخیرا تموم شده و گویا سومیش هم قرار بر ما وارد بشه. تا قبل از زخم کاری سه میخوایم به این زخم کاری دو بپردازیم و امروز دعوت کردیم از آقای کامبیز دیرباز، یکی از بازیگران اصلی این سریال، که البته هم در مورد زخم کاری صحبت کنیم هم در مورد چند تا نکته دیگه. خیلی خوش آمدین. زنده باشین. عرض ادب جناب گلمکانی بزرگ و خدمت بینندگان محترمتون. همین اول من عرض کنم که هم کلامی با شما همیشه برای ما، بنده و همکارانم به جرأت میگم همه همکارانم، فرصت مغتنمی بوده. حالا خدا رو شکر الان همزمانم شده با صحبت در مورد سریال محبوبم و کارگردان محبوبم. چی از این بهتر؟ این اعلام وضعیت من از همین ابتدا. بدونید چه خوشحالم بابت خیلی نشستن در این لحظه شما. در خدمت ممنونم و من باید اشاره کنم که الان یه فیلم دیگه هم از شما روی پرده هست، فیلم حدود ساعت 8. بله، حوالی حدود 8 صبح. حدود 8 صبح، بله. که حالا در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. یه چیزی که توی شروع ظهور شما توی زخم کاری دو جلب توجه کرد و ظاهر قضیه هم خیلی عادی به نظر میاد، این پیرتر شدنتون. خب شما تا قبل از این نقش جوانها رو بازی میکردین، یه دفعه با موی سفید، یک موی آرایش جدید و ریش سفید، با اینکه خیلی گریم عجیب غریبی نیست مثل بعضی از گریم های عجیب سینما و تلویزیون، ولی ناگهان جلب توجه کرد. بعد بازی خود شما و اون کاراکتری هم که ارائه کردین اینو تکمیل کرد و به این فکر میکردم که چقدر یک تغییر جزئی میتونه یه دفعه یک بازیگر رو حتی به نوعی متحول کنه کارش رو در نظر تماشاگر. این گریم، حالا به خصوص میخوام از این شروع کنم، این گریم چجوری به وجود اومد؟ این اولین گریم، تست گریم شما همین جوری بود؟ نه. اول عرض کنم که اساسا ما در بازیگری دنبال این هستیم، مثلا دنبال همین فرصت هایی که بتوانیم تغییراتی رو ایجاد بکنیم. یعنی اگر غیر از این نباشد به نظرم راه رو اشتباه داریم میریم. حالا اینی که اون گریم نشسته موفقیت آمیز بوده یا نه، اون یه بحث کاملا جداگونه تخصصی است. ولی نه، این گریم مسئول طلویی هم مثل همه کارهای دیگه چندین بار تست زده شد و راجبش صحبت کردیم که اصلا اساسا چه سن این کاراکتر چه سنی است. خب من الان خودم 48 سالمه و مسئول طلویی ما زیر 10 سال با من اختلاف سن دارد، مثلا 56-57 سالشه. برای همین یا ته 60 سالش مثلا، یعنی ما خیلی رنج سنریش رو بالا نگرفته بودیم که برخلاف حالا تصوری که همون ابتدا بیننده داشت به خاطر بکراندی که از زخم کاری یک داشت، که حالا این آدم شریک اون کاراکتر هاجمو بود که آقای تحمورس، استاد تحمورس بازی کرده بودن، ولی اختلاف سنی داشتن، اصلا با هم دیگه تو یک نسل نبودن یا حالا به هر حال اون شکلی نبودن که هم سن و سال باشن. این آدم مشخصات خودش رو داشت، سن و سال خودش رو داشت و برای اینکه به هر حال خیلی دور نباشه سنش از من، ما ترجیح دادیم که زیر 10 سال این اختلاف داشته باشه. راجع به گیریمش هم گشتیم پیدا کردیم و اتفاقا یه عکسی رو من توی موبایلم دارم، حالا الان نشونتون ندارم که نشونتون بدم، دقیقا اینه. یعنی حتی درصد سیاهی و سفیدی ریش و سیبیل و اندازش و یقش و اینا همه اینه در واقع کاراکتر. نه خب اصلا مسئله اینه که یعنی گریم خیلی عجیبی نیست. آره، آره. ولی با توجه به تصور و تصویری که از شما بله، تو ذهن ها وجود بله، داره بله، بله، کامبیز بله، دیگه باز بله، اینجوری هم بله، میتونه بشه. بله 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 دقیقا. شاید یه چالش بوده دیگه به هر حال. ببینید جناب گلمکانی، شما از من بهتر میدونید این مسئله رو. بازیگر رو تا یه سنی میتونن جوان بازی کنن، جوان اول. از یه سنی به بعد توی خلایی میفتن که نه، حالا دیگه میتونن جوانه رو بازی کنن، نمیتونن در واقع پدر بزرگه رو بازی کنن.
اون مقطع خود مقطع سختیه که بازیگر معمولا کمکار میشه، بحران میان سالی. بله بله دقیقا، برای همین به حال همیشه گریم کمک کرده، حتی در موقعی که من سن خودم خواستم بازی بکنم به حال گریم خیلی کمک میکنه. و من جلوی آینه گریم اولین در واقع استارت های کاراکتر زده میشه. شهرام خلج هم دیگه اصلا احتیاج نداره که من بخوام تعریف کنم ازش. از زمان اخراجی ها با هم کار کردیم با شهرام، بعد از اخراجی ها مسیرامون به حال به هم دیگه تعلقی نکرد، با هم کار نکردیم تا زخم کاری. و توی این مدت من شهرام و کاراشو دنبال میکردم. بسیار گیریم های شاهکار درجه یک، مخصوصا شبیه سازی هاش که به کاراکترهایی که موعظه اصلی داشتن، خیلی گیریم های خوبی داشت و خیلی کاراشو بلده. منم با اعتماد مطلق زیر دستش نشستم و میدونستم که شهرام میدونه چی میخواد و حسین مهدویان هم میدونه که شهرام قراره براش چی اجرا بکنه. اصلا استرس نداشتم بابت گریمه و احساس میکنم که اون چیزی که ما میخواستیم بهش رسیم. حالا این قضیه بحران میانسالی که صحبتش شد، ما بازیگرای جوونی که تعدادش معدودی هم بودن، دهه 60 کارشون رو شروع کردن، تا سالها نقش جوان اول بازی میکردن و این مضمونی شده بود توی تماشاگرها و منتقدها که این که دیگه سنش خیلی بالا رفته، چرا نقش جوان 20-25 ساله رو بازی میکنن. حالا به نوعی برعکس شده که یک گرایش پیدا شده که بازیگرای جوان رو پیرتر از سنشون نشون بدن و این استقبال هم وجود داره توی بازیگرا الان. البته ترسناکه، یعنی برای من یکی دو بار پیش اومد که مهمترینش در سریال در چشم باد بود که خدمت عموجان آقای جوزانی عزیز بزرگ من عرض کردم. اون اولش گفتم این مقطع پیری کاراکتر نادر ایرانی رو، یه مقطع 70 سالگی داشت که حالا اون زمانی که من داشتم بازی میکردم کاراکتر جوانیش رو، خودم مثلا 26-27 سالم بود، حالا الان 20 سال با الان فاصله داشتم، که گفتم آقای جوزانی، بهش آقای جوزانی عموجان میگم عموجان بذار اینو یک بازیگر دیگه بازی کنه این مقطع پیریشو، به خاطر که من تصوری ندارم از 70 سالگی، هر چقدرم بخوام در واقع تکنیکی کار بکنم نگاه یک آدم 70 ساله تخم چشماش فرق داره با من 26-27 ساله. خب نه عموجان تو دیوونه ای، مگه همه بازیگرا نقششون رو زیاد میکنن، تو میخوای خود نقشتو کم کنی؟ نه فلان، این حرفا باید خودت بازی کنی فلان، بعد لنز میذارم برای تو اینا، باش به حال شما دستور بدین چش. ولی میدونستم که خیلی دور خواهد بود و خیلی ریسک بالایی خواهد بود در مورد ولی این کار و مسئول طلویی، نه این ترس رو اصلا نداشتم، به خاطر اینکه عرض کردم زیر 10 سال، یعنی خیلی چیز دوری نیست که من بخوام 7-8 سال آینده خودم رو تقریبا برای خودم تصویر بکنم در 48 سالگی، ولی در 27-28 سالگی سخت. حالا در چشم باز شما اون نقش جوانی رو هم خودتون بازی کردید، بله اصلا طبیعی بود، ولی اینجا بله یه دفعه شما باید مثلا نقش آدم 50 و چند ساله 60 ساله رو بازی کنین دیگه، قبلش هم که نبودین توی ده. حالا این قضیه شما نمیخوای بپذیری من 50 سالمه مسکنه، هی دو باز و ترجمه 48 سالت، دو سال دیگه میشه 50 سالم دیگه آقا، این حتی 49 هم باشی بزنه تا 50 آقا تمومه، خیلی مهمه. من دوست دارم اتفاقا 50 سالم باشه، یعنی منتظرشم، خیلی حال میده. نه دیگه اونجا یک سرازیریه که بعد وقتی 50 سالت شد تو 55 سال دیگه این حرفو نخواهی زد. نیم قرن تجربه آقا، خیلی باحاله. حالا اگر زنده باشم ببینیم، بعدا میبینیم هم دیگر ان شاء الله. حالا توی این طلوعی زخم کاری دو، یک با وجود خشونتی که توی روابط وجود داره، تو داستان وجود داره، حالا از اصل منبع اقتباس هملت هم اومده، از تراژدی های شکسپیر همه همین حال و هوا رو دارن، کاری که به خصوص در مورد طلوعی انجام شده خشونت پنهانه و این خیلی حتی در مورد خانم رعنا آزادیور بعضی وقتا مجبور میشه خشونت نشون بده، ولی طلوعی همه جا آرومه، انگار که در واقع اون خشونتش رو به دیگران واگذار کرده، خودش خیلی پنهان میکنه
این از اول همین نقشه کشیده شده بود برای این نقشی هایی که بعداً به این نتیجه رسیدیم؟ بله بله بله، 100% از اول جلسات متعددی که داشتیم در قبل از فیلم عداری، حالا جلسات تحلیل فیلمنامه و دورخانی هامون، مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم که اولا از کلیشه فاصله بگیریم. هر حال شاید اولین چیزی که به ذهن یک نفر میرسه بابت یک گادفادری که قدرت داره و کلی در واقع برای خودش خدم و حشم داره و قدرت اقتصادی هم داره، شاید اولین چیزی باشه که یک آدمی باشه که اصلا همش در حال داد و بیداد کردن و فلان باشه. ولی ما گفتیم خود برعکس نگاه بکنیم، یعنی اساسا آدم هایی که علامت سوال ترن ترسناک ترن، یا کسی که پشت ذهنش یه هیولا خوابیده ولی در ظاهر لبخند میزنه، این شاید خیلی ترسناک تر باشه یا متفاوت تر باشه. ما دلمون میخواست که این شکلی باشه تو رویمون. و البته گادفادرهای آرومی که پشت خشونت اون پشت پنهان میکنن، اونم به تعبیری تو سینما و تلویزیون تبدیل به یک کلیشه شده. اینجا به نظرم میاد طلوعی خیلی وقتا خودشو حتی آدم پرتی نشون میده، یعنی یک جور دیگه، یعنی یک تاش جدیدی به نظر من به این کلیشه اضافه شده اینجا. بله، و اون چیزی که بله به حال از در واقع تو کاراکتر خودش هست و اون چیزی که بروز میدهد با در مواجهه با کاراکترهای دیگر، بله کاملا درست میفرمایید. ما تو طراحیمون این شکلی بود که حتی لبخند زدن، حتی سکوت کردن شاید ترسناکتر باشد برای این کاراکتر. و کما اینکه در فصل دو رقیبی برای خودش نمیدید طلوعی، یعنی کاراکترهایی که مقابلش بودن یک سری کاراکتر کم سن و سالتر بودن، جوان و خام بودن و مالک قصه نبود. در واقع بزرگترین رقیبی که میتونست براش باشه که باش مقابله بکنه و چالش داشته باشه نبود، مرده بود و اینها خبر نداشتن که زنده است. حالا الان که تموم شده راحت میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. یه سری در واقع آدم کم سن و سال که شاخصشون خود پسر مالک بود، حالا سمیرای قصه‌مون هم که در واقع به خاطر سیاستش اومده بود تو تیم طلوعی، یاداش بازی میکرد که من تو تیم طلوعی هم که بتونه به در واقع منافع مالیش دست پیدا بکنه و اون پولو نذاره که به باد بره. برای همین یه جایی هم یه سکانسی داشت که طلوعی داشت تنهایی شطرنج بازی میکرد و به کاراکتر شفاعت که مهران عزیزم بازی کرد، خیلی هم شیرین و دلچسبه به نظر من بازی مهران تو این کاراکتر، گفت رقیبی نمیبینم برای خودم، که اونم باز به شوخی میگفت بهتره از روزی که من 2 ساعت وقت بذارم بازی رو یاد بگیرم. بد دردیه بی رقیبی، رقیب نمیبینم واسه خودم، بهتره از اون روزی که 2 ساعت وقت بذارم بازی رو یاد بگیرم. تو فصل دو این وضعیت و حال هوا رو داشت کاراکتر طلویی، برای همین حالا در فصل سه با برگشتن مالک، با متوازن شدن این دوتا کفه در واقع چالش، حالا باید ببینیم که به هر حال طلوعی رفتارش آیا همون شکلی خواهد بود یا نه، که قطعا همون شکلی به هر حال نه، اون آرامش رو دقیقا نخواهد داشت. این جور شخصیت ها که به هر حال توی داستان نقش مهمی دارن، خیلی یک وسوسه هست، حالا چه توی فیلم نامه نویس یا کارگردان و حتی بازیگر، که یک چیزی، یک حرکت خاصی، یک تیک خاصی، یک مثلا تکیه کلامی داشته باشه که مثلا با این تیک، با این تکیه کلام آدم ها به یاد بیارنش و به همدیگه اشاره بدن. در این مورد هیچ صحبتی نشد که یه همچین ویژگی خاصی داشته باشه. تیک کلام که نه، ولی بالاخص در واقع به طور ویژه سیگار نکشیدن این آدم برای ما جذاب بود. من خودم به حسین مهدویان اصلا روز اول گفتم حسین ببین، به هر حال با یک کاراکتر روبرو هستیم که همه دارن راجبش بد حرف میزنن، یعنی حتی در فصل یک هم که حضور نداشت، باز هم ترسیمی که از این آدم میشد در سکانس هایی که حضور نداشت یه آدم بد بود،
و در فصل دو هم همینطور، یعنی در سکانسی که خودش حضور نداره راجبش حرف میزنن و همه دارن بد میگن، 99% هم نه 100% آدم دارن بد میگن. پس حالا من به عنوان بازیگر با یک کاراکتر روبرو هم که همه دارن روش بد میگن، پس یعنی توی نقطه ابتدایی صفر آغازین یک تصویری برای تماشاچی از این کاراکتر هست، حالا من بیام چیکار بکنم؟ من دیگه کاراکتری که رو کاغذ بد نوشته شده من نیام دیگه بدتر بازیش بکنم، من بیام خود بالانسش کنم. میگه صحنه‌ای که مهم نوشته شده رو تو دیگه مهم بازی نکن، میزنه بیرون. اون صحنه خودش مهم نوشته شده، مهم میزانسن شده، تو بیا نرم کارتو بکن و برو، کافیه فقط تو خیلی ساده بیا دیالوگت درست بگی و به جا بگی. کاراکتر طولی هم این شکلی بود، یعنی من خیلی برام چالش بود. اومدم با حسین صحبت کردم، گفتم چه ویژگی‌هایی در نظر بگیریم. یکیش اون سیگار نکشیدنه بود که حالا سعی کردیم خود بولدش کنیم، که این اصلا یه اپیدمیه توی همه سریال ها و فیلم ها، آدم ها در حال تفکر و نگرانی و اینا همه در حال سیگار کشیدن. چون سالها بچه ها در تلویزیون ممنوع بودن برای سیگار کشیدن، انگار رها شدن و دیگه از اون برای پشت رو افتادن. میدونید در سینمای نمایش خانگی دیگه من دارم میبینم کاراکتر پلیس هم سیگار میکشه فلان میکشه، که اشکال نداره، حالا میگن پلیس ها سیگار نمیکشن، خیلی هم اتفاقا جذابه و ضد کلیشه است، ولی دیگه به نظرم من خودم به عنوان تماشاگری اذیت میشم همه سیگار دستشونه. این یکی از ویژگی‌هایی بود که حالا ما به جای تکی کلام سعی کردیم که اینو در واقع مد نظر قرار بدیم. سردرد و میگرنی که داشت در واقع یکی از خصوصیات این کاراکتر بود، و اینکه من سعی کردم که لحظاتی رو پیدا بکنم که بخوام این کاراکتر رو خود بالانس بازیش بکنم. خیلی هم کارم سخت بود، به حسین گفتم باید کمکم کنی. مثلا یه لحظات کمی این فرصت رو من داشتم، مثلا چه میدونم اونجایی که تو خیریه بچه هایی که تو خیریه بودن این فرصت رو به من میداد که بتونم یه کوچولو یه دستی به سر گوشم، به هر حال اون عواطف انسانی این آدم رو، به هر حال انسان دیگه اینم، بتونیم به نمایش بذاریم که یه خود بالانس بشه. یا مثلا میره میخواب خون میده این آدم توی انتقال خون، یعنی یه سری کارهای این شکلی میکنه که از سیاه مطلق من فرار کنم برسم به خاکستری. این سعی و تلاش رو کردیم و کماکان در فصل 3 داریم این سعی رو میکنیم. در فصل 3 هم در واقع یک سری چیزها هست که حالا الان طبیعتا نمیتونم بگم، ولی در با همین فرمون داریم میریم جلو که یه خود بالانس بکنیم. برای به نظرم بازی تو این سریال یک نقطه عطف توی کارنامه شما هست و برای منتظر این هستیم که ببینیم در ادامه کارنامه شما چه اتفاقاتی میفته، نه فقط تو زخم کاری 3. آره، حالا من میخوام یه فلاشبک بزنم به شروع کارتون. اون دوتا فیلم اول، دختران انتظار و نغمه، الان واقعا خیلی یادم نمیاد، ولی فیلم دوئل که نقش یحیی رو داشتین و به خاطرش جایزه جشنواره فجر رو هم گرفتین، بله، الان 20 سال ازش میگذره. بله 20 سال میگذره. توی این 20 سال خب کلی تجربه داشتین شما و سینمای ایران بازیگرها کلی تجربه داشتن. تازگی فیلم رو دیدین دوئلو؟ آخرین بار که 5 ماه پیش دیدم. آره خب پس تقریبا زمان نزدیکیه. الان که نگاه میکنین چجوری به نظرتون میاد بازیتون تو اون فیلم؟ بازی خودم که همون موقعش هم ببینید یک آفت، انگار که ما نمیتونیم از کار خودمون لذت ببریم، همش داریم ایراد میبینیم. همون موقعش هم الان که دیگه به قول فرمایش شما 20 سال گذشته، من از زاویه دید من ایراد زیاد میبینم در اون کاراکتر، ولی اون فیلم به خصوص و البته همه فیلم ها، بابت این وجدانم راحته که من صد خودم رو گذاشتم. و ما یاد گرفتیم آقای گلمکانی از همون روز اول که وقتی میپذیریم یک فیلمنامه رو بازی بکنیم و امضا میکنیم و دست بدیم میگیم یا علی، دیگه اقتدا کنیم به اون کارگردان. یعنی برای من در وهله اول و دوم و سوم رضایت کارگردانم مهمه که بتونم رضایت او رو جلب کنم. خب نه من منظورم اونجا هم عرض دارم میکنم. گرفتم منظور شما رو. الان که دارم نگاه میکنم من از پی او وی کامبیز دیرباز ایراد زیاد میبینم، ولی کماکان مطمئنم که تمام انرژیمو گذاشتم و آقای درویش حتما در من ایراد نمیدیده که اوکی کرد رفته پلان بعدی. اینا رو برای من دوباره زنده میشه میبینم، چون یادم میاد چه پوستی از ما
کنده شد تا بتونیم رضایت آقای درویش رو بگیریم. به همین راحتی آقای درویش اوکی نمیداد و خیلی تو اون شرایط سخت دارن نگاه میکنم، ولی خودم کماکان در خودم ایراد میبینم. نه خیلی اینو یه بار دیگه هم یعنی یک بار نه چند بار از شما شنیدم که وقتی برای اولین بار خودتون رو توی فیلم میبینین بیشتر رنج میبرین، یعنی میگه که چه این کار کردم، میتونست بهتر باشه. همین الان هم اینطوره، الان هم همینجوریه. بله آقا، الان زخم کاری هم که میبینم. بله آقا، بله بله. اولا که من عادت دارم کار خودم رو چندین بار میبینم. یه سری از همکارا دیدم میگن ما کار خودمون نمیبینیم. من تعجب میکنم، میشم همچی چیزی؟ من میبینم و سعی میکنم که چیز کنم، یعنی ایراداتمو برطرف کنم. حتی سر صحنه وقتی یک برداشتی رو میگیریم و کارگردان میگه بریم یه بار دیگه تکرارش کنیم، اگر فرصت باشه من سعی میکنم برم کنارش بشینم پشت مونیتور اون برداشت غلطه رو ببینم که حداقل تو تصویر بتونم خودم اصلاح بکنم. این یه چیزی اجتناب ناپذیره. خب نه، اون چیزی که شما گفته بودین بیشتر یک جنبه حسی داره، مثل اینکه مثلا من خودم تصویر خودم میبینم یا صدای خودم رو میشنوم حالم بد میشه. نه، خب این یه حس عمومیه که آدم داره، ولی منظورم آره تکنیکی که الان بعد 20 سال اون بازی که برنده جایزه جشنواره فرش شده میبینین چه حسی بهتون دست میده؟ اولا که پرانتز باز کنم، من اون سال به همه رفقام گفتم اگر من داور بودم جایزه نمیدادم به یک بازیگری که اولین بازی رو ازش داریم میبینیم. خب نمیخوام بگم من بد بازی کردم، نه، یا خوب بازی کردم، این اصلا به کنار. به هر حال سلیقه اون هفت نفر هیئت داوران بود که در رأسشون در واقع استاد علی نصیریان بزرگوار. میخواستی روتون رو زیاد نکنن در اول کار ها؟ نه نه نه، من خودم باستم بگم من حداقل باید دو تا بازی از یه بازیگر ببینم تا بتونم بسنجم که این آیا واقعا بازی کرده از تکنیکال یا نه خودش یه نابازیگریه که برداشتن از آبادان آوردن. چون خیلی اون موقع من میشیدم میگفتن درویش این پسر رو از کجا آورده، در صورتی که من از شیراز اون وقتها نرفته بودم اصلا هرگز در زندگی. یعنی برای اون نقش رفتیم تمرین کردیم با بچه ها برای لحجه و این حرفا، میگفتن این پسر رو از کجا آورده، از آبادان آورده، از اهواز آورده اینا. من میگفتم آقا من اگه داور بودم بعد دو تا حداقل کار ببینم بتونم بسنجم، ولی خب جایزه رو به یه فیلم میدم دیگه، به دو فیلم که نمیدم. من منظورم اینه که بعد دارم میگم باید مثلا دو تا کار بازی دومی مثلا پخش میشه و داورا میگن آها این همونه که پارسال در اون فیلمم دیدیمش، یا حالا در اون جشنواره دو تا فیلم داشته باشه. پیش میاد دارم توی جشنواره دو تا سه تا فیلم داشته باشه، ولی به هر حال این اقبال بنده بود و لطف خدا به من بود که مهر ما به دل هیئت داوران و جناب نصیریان بزرگوار افتاد و سیمرغ رو به بنده دادن و به هر حال از همونجا شروع شد دیگه. خود لهجه هم خیلی مهمه تو اینکه کار بازیگر خوب مورد توجه قرار بگیره. یه ابزاره. بله بله، یه ابزاره. و شما خودتون اهل تهران هستین؟ من اصالتاً پدرم شمالی شهسواریه، ولی من زاده تهرانم که اگر که دست خودم بود دوستشم شهسوار به دنیا بیام، ولی دیگه اون دست ما نبود، تهران دنیا بود، ولی اصالتاً شهسواری هستیم. فیلم درخت جنگل پرتغال رو دیدی؟ نه ندیدم. نه متأسفانه. تو شهر شما بله. تو 2000 کجا؟ نه تو همون خود شهسوار. آها تو جنگل نبود؟ نه تو جنگل نه متأسفانه. نه متأسفانه من این فیلمو سعادت نداشتم هنوز ببینم، ولی شهسوار رو خیلی دوست دارم. پس شما هم تایید می‌فرمایید که شهسوار جای خوبیه. بله خیلی باحاله. خیلی باحاله. اون لهجه‌ای هم که شما فرمودین بازم برای بازیگری که تازه با اون فیلم داره شناخته میشه شاید ریسک باشه. مثلا الان اگه من یک کاراکتر آبادانی بازی بکنم شاید همه کردیت بدن میگم به به شف، ولی اون موقع میگم همه میگفتن که این از کجا آبادان آوردی، بیشتر به نابازیگر داره اینکه منو پذیرفت. من اصلا یادم با لهجه آبادانی میرفتم خرید میکردم آقای گلمکانی. من تو 9 ماهی که دوئل بازی کردم اولا تمام سی دی، اون موقع سی دی بود تو ماشینا دیگه، کاست برداشته شده بود، تمام سی دی های ماشینم رو گذاشتم کنار، فقط آهنگای بندری و اینا گوش میکردم به خاطر که منو موسیقی پرت میکنه تو فضا، و میرفتم از سوپرمارکت و اینا با لهجه آبادانی خرید میکردم. میخواستم اینم اون آقای فروشنده مثلا میگه نگاه میکنه میگه آقا چرا اینجوری حرف میزنه، یا نه بهم جنس میفروشه.
الان خب این کار نمیتونم بکنم، ولی اون موقع این فرصت رو داشتم. جنوبی ها ایراد نگرفتن بهتون با لهجه؟ نه اتفاقا، به خاطر اینکه ما به حال مربی های ما و نصف بیشتر بچه های کارگردانی اصلا آبادانی بودن که کنار آقای درویش بودن. خدا بیامرزه محمد افراوی دستیارش بود که با ما کار میکرد، علی مردانه که الان کماکان داریم با هم کار میکنیم، مجری‌تر زخم کاریه، اینا با ما کار میکردن. اونا اتفاقا خیلی خوشحال بودن که ما چقدر این لهجه رو جدی گرفتیم و وقتی میگن کات بازم با لهجه آبادانی کماکان داشتیم گپ میزدیم و زندگانی میکردیم و زیست میکردیم، یعنی کل زندگانیمون شده بود با لهجه. این خیلی جذاب بود، خیلی اون موقع میتونستم. آقای دیرباز، خیلی از جوانا وقتی از ما میپرسن که ما علاقمنده به بازیگری، ما چجوری میتونیم بازیگر بشیم، از رضا مارمولک نقل میکنم که به تعداد آدم ها راه وجود داره برای رسیدن به بازیگری، ولی توصیه ای که بهشون میکنم این که برین درسشو بخونین، آموزشگاه های بازیگری و دانشکده هایی که بازیگری درس میدن. شما خودتون فارغ التحصیل دانشگاه هنر هستین، رشته بازیگری، میخوام ببینم که خیلی کمکتون کرده اون تحصیلات به نتیجه کارتون. 100%. اصلا من الان دخترم 9 سالشه، داره میشه 10 سالش، اگر دختر من علاقمند به بازیگری بشه قطعا میگم فقط باید از همین مسیری که من رفتم بری، به خاطر اینکه درس خوندن در دانشکده بازیگری شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. من بعد از اینکه لیسانس گرفتم رفتم جلوی دوربین آقای احمدرضا درویش، تازه فهمیدم چقدر هیچی بلد نیستم، ولی خب لیسانس بازیگری هم داشتم. ولی الان که در واقع 25 6 سال از دوران دانشگاهی گذشته میفهمم که اصلا نمیشد، یعنی به هر حال شما نقطه آغازشه، مگه میشه آدم درس اون حرفه، اگر که به اون حرفه به چشم یک در واقع به چشم یک تخصص نگاه میکنیم مگه میشه درسشو نخوند؟ من خیلی با اون فرمایش شما چاحت میدونم به شوخی فرمودین که به تعداد آدم ها راه هست، ولی به نظر من راه زیاد اتفاقا نیست. راه ممکنه برای ورود به سینما و بازیگری به تعداد آدم ها باشه، ولی برای ماندگاری در دنیای بازیگری یک راه بیشتر نیست و اون هم کسب تحصیله. حالا دانشگاه همینجوری که متوجه شدین یه طنزی، بله بله، و بعدم این که خب خیلی شنیدیم که کسای مختلفی به شیوه های مختلف رفتن ورود، بله ولی بله. ماندگاری خیلی ماندگاری بله. آره. بنابراین این در واقع سوالو میخواستم جنبه کاربردی داشته باشه بله. برای جوانهای به نظرم علاقمند که چون فکر میکنن که حالا فیلم بردار باید یه چیزایی رو بدونه، نام صدا بردار یه اطلاعات فنی رو داشته باشه، تمام کسایی که بله. کار فنی میکنن، ولی خب بازیگر چیکار میکنه؟ میاد جلو دوربین یا ادایی مثلا در میاره جمله ای رو میگه و فکر میکنن که این نیاز به هیچ تخصص هیچ دانشی نداره، در حالی که اینجوری نیست اصلا. دید عمومی بله این شکلیه. حالا متاسفانه من همیشه هم میگفتم ما 80 میلیون کارشناس فوتبال و 80 میلیون کارشناس سینما و بازیگری داریم در مملکت، ولی خب مثلا هیچ کی راجع بهش نمیدونه، دندون پزشک راجع به کارش این شکلی نظر نمیده در این سطح عمومی. حالا این در نوع خودش جذابم هست، ما که داخلت کنار اومدیم و پذیرفتیم و از روز اول هم میدونستیم که تو چه راهی داریم قدم میذاریم، ولی واقعا توش که وارد میشن طبق فرمایشی که خودتون فرمودین اصلا اینجوری نیست. یعنی شاید یکی از ساده ترین کارهای یک بازیگر حفظ کردن متن چه میدونم دیالوگاش باشه، اون که اصلا کاری نداره، 1001 در واقع داستان دیگه پشتش هست. که من با احترام به تمام آموزشگاه بازیگری که الان فعالن و دارن کار میکنن، خیلی هم میدونم خوب دارن کار میکنن، ولی به نظرم باید یک بازیگر حتما تحصیلات دانشگاهی بازیگری داشته باشه. بعد در کنارش چه ایرادی داره اساتید مختلف هم تو آموزشگاه مختلفه، من هر کی از من سوال میکنه اینو بهش میگم، میگم شما برو فلان آموزشگاه اشکال نداره، اون یکی هم برو، اون یکی هم برو، دو سه تا در واقع استاد مختلف رو تجربه بکن، اصلا ضرر نمیکنی که هیچ، اتفاقا پربارتر هم میشی. اصلا غیر از این راهی به نظر یعنی این دانشیه که باید تهنشین بشه در شخص بله. و نه اینکه حالا یک دوره مثلا در 12 جلسه بازیگری آسان نه. قدم به قدم سواد داشته باشه، سواد داشته باشه، اصلا بفهمه آقا دوربرش چی داره اتفاق میفته.
سواد داشته باشه، بتونه کاراکترهای مختلف رو تحلیل بکنه، راجبشون بخونه، راجبشون حرف بزنه، بفهمه اطرافش چیه. قطعا. یه نکته دیگه خارج از این بحث، یه زمانی گفته بودی که سینمای مرده، علاقتون سینمای قهرمان پروره. هنوزم عرض میکنم. هنوز بل. الان فکر میکنی که سینمای ایران داره به اون سمت میره، داره دور میشه، اصلا نسبت به این قضیه جایگاه سینمای ایران چجوریه؟ توی چند سال، 5-6 سال گذشته، کم سینمای در واقع قهرمان پرور، سینمای قهرمان محور کمتر شاید ساخته شد. یکی از دلایلی که منم باز کم کار شده بودم در این چند سال در سینما همین بود که 2-3 سال تمایلم به فیلمنامه هایی بود که قهرمان به من داشت پیشنهاد میکرد، ولی خب سریال بود که رفتم کار کردم. یه خورده به نظرم نسبت به دهه حالا مثلا 70 و 80 سینمای قهرمان محور ما فیلماش کمتر شده. چرا؟ نمیدونم. به خاطر وضعیت اجتماعی نیست به نظرتون؟ آخه اونجوری باشه که برعکسه، که اتفاقا مردم یه قهرمانش خودشون رو پرده سینما اتفاقا ببینن، شاید تو اون 2 ساعتی که هست تو تخیلشون یه حال خوبی بهشون دست بده. نمیدونم. من حداقل قهرمانه که در سینما بازی کردم، مثلا چه میدونم در تک تیرانداز، تو اون 2 ساعتی که کنار مردم فیلمو میدیدم کیف میکردم از اینکه قهرمانه داره تیرشو مستقیم میزنه تو هدف و لذت میبردن. یه جایی ناخودآگاه دست میزدن. هنوز در سال در واقع 1400 فکر میکنم اکران تک تیرانداز بود، دست میزدن مثل دهه 70 و دهه 60. اکران چیز سینما که نشد، توی جشنواره بود. چرا تک تیرانداز اکران سینما شد؟ منتها متاسفانه به خاطر اتفاقی که افتاد، تصمیمی که به هر حال تهیه کننده فیلم گرفت، چون اوج دوران کرونا بود اگه خاطرتون باشه، اون سالی بود که توی تعطیلات عید گفتن آقا هیچ کی از خونه بیرون نیاد، جادار بستن. سال 99 بود. بله. و مردم تو خونه بودن، تهیه کننده اونم گفتش که این هدیه ما به مردمی که تو خونه نشستن. فیلمو از تلویزیون دوبار پخش کرد تو 2 سانس که بعدن از توی مجازی، از توی اون تلویزیون اگه اشتباه نکنم درآورد، ولی خب همون اکران کافی بود که فیلم نسخهش لو بره. بعدن چند ماه بعدش اومدن اکرانش کردن، ولی به هر حال فیلمی بود که دیده شده بود از تلویزیون. این سالها تو سینمای ایران کدوما به نظرتون واجد اون ویژگی هایی که شما دوست دارین در سینمای ایران؟ بله. سینمای قهرمان محور؟ بله. در این چند سال گذشته یا نه قدیم؟ 10 سال گذشته، 20 سال گذشته اصلا. ببینید، من حالا نمونه خیلی نخوام اسم ببرم، ولی نه مثبت دیگه. آره نه مثبت هست. آره میخوام راجع به در واقع خودم، کارهای خودم صحبت کنم. مثلا چه میدونم، من اخراجی‌ها رو وقتی بازی کردم کیف میکردم از اون کاراکتری که بازی کردم. یا خدمتتون عرض شود مثلا همون دوئل، همون کاراکتری که زینال با پژمان بازیگر بازی کرد، زینال حمیدآبی، اینا رو پرده دیدنش کیف داره. یا خدمتتون عرض شود که مثلا فرض کنید که فیلمای استاد کیمیایی همیشه به حال قهرمان داشته، همیشه به قهرمان پرداخته، اینا همیشه جذابه برای من. و حالا میگم خیلی نمونه خاصی خیلی دارم نمیدونم. آره. خوبه. آره. و ولی خب توی 5-6 سال گذشته نمیدونم چرا فیلم نامه هامون به سمتی رفته بود که به جای یک کاراکتر اصلی چندین کاراکتر داشتش که هر کدوم میومدن دقایقی از فیلمو به دوش میکشیدن، خیلی هم زیبا بود و مجموعه این در واقع کاراکترهای کلاژ میشد. شخصیت محوری در واقع نداشت. اون کلاژ در واقع فیلمو تشکیل میداد و جذاب بود. مثلا حتی من فیلم عیار 14 رو هم که برای پرویز شهبازی بازی کردم، بازم اونم یه نوع قهرمان ساکتی بود که در واقع از ضد قهرمانی که راجبش بد فکر میکردن اومد تبدیل شد به یه قهرمانی که اومد و رفت و اون شخصیت اصلی فیلم رو به کشتن، خودش رو به کشتن داد به خاطر سایه سنگین حضور این آدمه. بیشتر در واقع قهرمان های مدرن هم دید. چون وقتی میگید قهرمان ها یاد همین فیلم های مارول و اینا میافتن، کاپیتان آمریکا و این چیزا، ولی به هر حال ما یک نوع قهرمان دیگه ای تو سینما خودمون لازم داریم. اخراجی ها که اسپوردین مجید سوزوکی، یک سوالی من به نظرم اومد که بروزم خط قرمز شما تو انتخاباتون چیه برای انتخاب نقش، پذیرفتن پیشنهادها؟
خط قرمز من در مورد خود نقش اگر میفرمایین، در مورد پذیرفتن یک پیشنهاد یا اصلا. کسی که به من پیشنهاد میده کدومش؟ مجموعه چیزهایی که اسمش از پیشنهاد کارگردان فیلمنامه است. داری میدازی من گوشه رینگ آقای راجب پذیرفتن نقش خط قرمز ندارم، خط سفید دارم. یعنی چرا باید خط قرمز داشته باشم؟ من نه مثلا بگیم من یا یه کاراکتر رو بهش قلابم. آها بله آها، من نقشای منفی رو 20 تقریبا 20 سال بله 20 خورده سال سراغش نرفتم، حتی در سینما بازی نکردم، در سریال بازی کرده بودم نقش منفی، در سریال تبه سرد آقای افخمی دیگه بازی نکرده بودم، علی‌رغم اینکه خیلی هم بهم پیشنهاد شده بود ولی بازی نکردم تا این مسئول طلویی، به خاطر اینکه اعتقاد دارم که تماشاچی سینما ایران با تماشاچی هالیوود فرق میکنه، خیلی دلی نگاه میکنه و اون کاراکتر رو شاید در واقع یه جایی مرز بین اون کاراکتر و کسی که اون کاراکتر رو داره بازی میکنه رو اون مرز رو گم میکنه، اون دوتا رو با همدیگه یکی میبینه. برای همین من طبیعی بود که دلم میخواست قهرمان بازی کنم، کیف کنم وقتی از سالن میام بیرون که تماشاچی اون شمایل اون قهرمان رو در من هم ببینه، در صورتی که من که مجی سوزوکی نبودم، ولی اون او مرا با اون کاراکتر ادغام با هم میدید. برعکسش هم هست، الان دارم تجربهش میکنم، مرز این که آقا مسئول طلویی کاراکتر منفوری است و کاراکتر دوست داشتنی نیست، این فرق داره با کامبیز زیروازی که داره بازیش میکنه. و به هر حال ما در فرهنگی داریم زیست میکنیم که بازیگر نقش شمر رو با سنگ و چوب میزنن، میزدن و میزنن، هنوز هم میزنن. اینو من میدونستم، برای همین حذر کردم از نقش منفی، ولی احساس کردم بعد از 20 سال الان دلم میخواد چالش داشته باشم و اون هم با کارگردانی که کارگردان محبوبمه، این چالش رو داشته باشم و این تجربه رو بکنم که الان در خدمتتون هست. خب پس خط قرمز تو بله. نقش منفیه. بله. حالا مثلا الان این کمدی هایی که داره ساخته میشه، من یه روز جلوی یکی از سینماها وایستاده بودم، این مونیتور بزرگش که تو خیابون دیده میشه داشت آنونس فیلم های روی پرده رو در اون پردیس نشون میداد. توی این کمدی ها بودن دیگه بازیگرهای نابازیگرهای مردایی در حال رقص بودن، رقص چیز بدی نیست، ولی اینا رقص های لودوار، رقص هایی که ادا بازی ادا اصول به اصطلاح توش هست، و من فکر کردم که خب اینا بازیگرها چجوری حاضر میشن این نقشا رو بازی کنن. نمیدونم از اونجور فیلم ها دوست داریم بازی کنن. من اجازه بدین که من نگاه جواب ندین. نه جواب میدم اتفاقا، من چون میدونم که چقدر زحمت همکاران من میکشن برای ساختن یک فیلم، اصلا خورده نمیگیرم اتفاقا. من سینما سلیقه است، قبل از مصاحبه هم داشتیم صحبت میکردیم، عرض کردم سینما اصلا سلیقه، هنر سلیقه است نه سینما. من میتونم از یه فیلم خوشم بیاد، میتونم خوشم نیاد، ولی اینکه اون فیلمی که من ازش خوشم نمیاد رو بخوام بگم مثلا فلان، چیزی که شما فهمیدین من میفهمم، ما که گفتین آقا یه مرد در حال رقص لوده بازی اون بکنار، نه وقت این وفورش بله بله فیلم های بله مختلف. من به نظرم خود مردم تعیین میکنن چه فیلم رو ببینن چه فیلم رو نبینن، هیچ تماشاچی پشتش تفنگ نذاشتن که بره مثلا فیلم فلان رو ببینه. حالا اون موقع اخراجی ها بعدن، الان فسیل که رکورد پر بیننده ترین سینما کمدی رو زد، هیچ کی به زور که نرفته. به نظرم لازمه، هم فیلم کمدی لازمه، هم فیلم تلخ لازمه، هم رقص لازمه، هم به هر حال تلخیه لازمه و برای من قابل احترام. نه من منظورم این موجی که سینما داره پیش میره، خب بله. سینما ایران که الان یه بخشش فیلم های کمدی شده، یه بخش بله. عمدش فیلم های کمدی شده و به تدریج حتما چیز تماشاگر خودش پس خواهد. این فهمش شما کاملا درسته. بله. بله. ریسک در تهیه کننده های ما یه خود کم قدرت ریسک کردن، برای همین یه دفعه یه جریان کمدی ایجاد میشه، میبینید تا چند سال طبق فرمایش شما همه فیلم ها میره سمت اون، یا یه دفعه مثلا یه فیلم تلخ اجتماعی میاد میفروشه تمام فیلم ها میره سمت اون. این ریسکی که آقا شما بیا متفاوت و متنوع و رنگ های مختلف کار بکنی، این هم در تهیه کننده ها یه خود کمه، هم در کارگردان هایی که
پیشنهاد به ما بازیگرها میدن؟ ببینیم به هر حال تنوع تو نقشای یک بازیگر که یک چیز دیگه، یک وضعیت ایدئاله به هر حال دوست داره هر بازیگر، ولی ما انتخاب شونده ایم. بله ولی ته تهش هم باز انتخاب شونده. شما رو انتخاب میکنن، شما میتونید بپذیرید یا نپذیرید از بین پیشنهادایی که در خونه من میاد دیگه. من خودم که اصلا پیشنهاد ها مثلا از همینجور پیشنهادایی که میاد صحنه هاشون میاد اصلا به من پیشنهاد نمیدن از اون آقا نه. خب حالا اگه پیشنهاد بدم میپذیرین؟ من خودم خیلی آدم برعکس چیزی که به نظر میاد شوخ طبیعم، خیلی اهل شوخی ام، ولی کمدی ایدئال من اون کمدیه که بلد باشم بازیش کنم، همون کمدی موقعیت. یعنی من اصلا به نظرم در تیپ سازی بازیگر موفقی نخواهم بود اصلا در زمین کمدی، اصلا و ابدا، برای همین هیچ وقت سمتش نرفتم. ولی کمدی موقعیت بله، مثلا همون مثالی که داریم راجعش اخراجی ها صحبت میکنیم، من سر جای خودم کاملا جدی داشتم کارام میکردم، ولی موقعیتی که ایجاد میشد موقعیت کمیکی بود. اینو من خیلی دوست دارم اتفاقا. یا سریال نابرد رنج که کار کردیم، کمدی موقعیت بود. سریال تلویزیون رو من نگران نمیدونم. بله سریال چشم. من چند سال بازی نکردم، قول میدم دیگه همین بعدم بازی نکنم که بتونیم حرف مشترک داشته باشیم. تلویزیون اوضاع خوبی نداره متاسفانه چند ساله، و من فکر کنم 5 سال بعد از آخرین سریالی که کار کردم میگذره. و پیشنهادم داشتین؟ بله زیاد، خیلی زیاد. آره خیلی زیاد، ولی مقاومت کردم به خاطر اینکه احساس میکنم که شرایط فراهمی نیست، به لحاظ اینکه نمیدونم چرا انگار که یک جریانی اومده که میگه آقا همینی که هست دیگه، حالا آنتن که هست داره میره، هر کی دید هر کی هم ندید ندید دیگه. نه اصلا انگار که مثلا تلویزیون مال یه سرزمین دیگه است، این نمایش خانگی اصلا یه جای دیگه است. بابای کسی یا مثلا چه میدونم بارام شنیدم که میگن آقا شما تلویزیون شما رو چیز کرده، شما رو معروف کرده. آقا اصلا اینجوری نیست، چون اون آنتن و اون تشکیلات تلویزیون که مال کسی نیست، مال همه است، مال مردمه. هنرمند و آرتیسته که به اون آنتن در واقع به اون فلز معنا میده که مردم میشینن میبینن دیگه. حالا خیلی ورود به اون بحث نخواهیم بکنیم. من اختیار این داشتم که بروم یا نروم، من قطعا نمیتونم سیستم رو درست کنم. حالا اون چیزی که شما گفتین به هر حال اونجور فیلم هم لازم داریم، فیلم های کمدی که توش آدم ها مرتب در حال رقصیدن هستن، بله منم معتقدم این جور فیلم ها لااقل سالن های سینما رو از بحران در آورده تیه یک سال گذشته، اما حالا مردم هم میرن، مردم هم بیشتر میرن همون جور فیلم ها رو میبینن، ولی خب واکنش هایی که تماشاگرای جدی سینما نشون میدن به این جور فیلم ها، میخوام ببینم اونا براتون مهم هست یا نیست. بله بله که مهمه، من چون گذروندم این دوران دیگه. ما همون اخراجی ها اگه خاطرتون باشه بعد از مدت ها آقا من صف رو جلوی گیشه میدیدم، موقع صف میرسن گیشه بلیط میخریدن، برق شادی رو تو چشم اون عزیزی که بلیط میفروشه تو اون گیشه میدیدم که سینما دوباره جون گرفته و سانس فوق‌العاده، سانس ساعت 12 شب، اینا خیلی جذاب بود به عنوان یک کسی که عضو خانواده سینماست و عاشق سینماست. به هر حال چرخ به قول فرمایشتون صنعت اون سینمایی داشت روونتر میچرخید و این جذاب بود. همون موقعش هم بله واکنش های منفی بود که آقا اون فیلمو دوست نداشتن به قول شما تماشاگر جدی سینما، ولی این سلیقه است دیگه. یعنی من اگر که بازیگر زبلی باشم، زرنگ باشم، بعد هم اون فیلم رو تو کارنامه‌ام داشته باشم، هم بیام مثلا با پرویز شهبازی فیلم جدی کار بکنم، هم بیام مثلا چه میدونم منفی کار بکنم، من باید بتونم این تنوع در کارنامه داشته باشم. این با این واکنش‌های منفی، با این واکنش‌های منفی به خصوص در دورانی که فضای مجازی امکان اظهار نظر به همه داره میده، چجوری کنار میه؟ مثلا وقتی شبهای مافیا رو بازی کردین واکنش ها چی بود؟ خیلی منفی بود سوال. بله یه چند سالیه که خیلی در واقع به واسطه این بستری که حالا فضای مجازی اسمش رو گذاشتن، که خیلی هم مجازی نیست، یعنی به هر حال اسمش مجازیه، ولی حقیقتا یه سری آدم میرن تو چیز مینویسن، آدمیزاد که مینویسن. و ببینید من شاید بازیگر خوششانسی بودم که
در مثلا دهه دوم زندگانیم در سینما فضای مجازی اومد. شاید اگر من بازیگری بودم که الان داشتم کارامو شروع میکردم، شاید له میشدم زیر این فشار. من همیشه به این فکر میکنم. من آقای گلمکانی اون زمانی که سیمرغ گرفتم در همین مجله فیلم عزیز که برای من خیلی عزیزه و در واقع سالنامه هاشو جمع میکردیم، همه رو بارها میخوندیم، اینقدر تا این تا میشد اون پایین صفحه سمت چپش، برای من یکی از منتقدین تو نوشت که حالا اسمشو نمیارم ولی عزیزه برای من، نوشت که هنوز یادمه چون من اون موقع رصد میکردم خط به خط، فضای مجازی که نبود، نوشتش که نوشت بالاخره کامبیز دیرباز به ضرب و زور انفجارهای محسن روزبانی سیمرغ را به خانه برد و این در حالی بود که بازی خوب پارسا پیروزفر در مهمان مامان نادیده گرفته شد. من خیلی ناراحت شدم اون روز، اصلا فکر کنم مثلا یه شب بود که سیمرغ گرفته بودم بردم خونه در اوج خوشحالی، بعد اینو تو مجله فیلم خوندم که برام خیلی محترم بود، خیلی ناراحت شدم. یعنی چی به ضرب و زور انفجارهای محسن روزبانی؟ آخه بابا انصافت رو شکر فلان. ولی یاد گرفتم که احترام به بخونم، احترام بذارم. الان 20 سال از اون ماجرا میگذره و من نشستم تو مجله فیلم جلوی آقای گلمکانی. من هنوز هستم، دارم کار میکنم. مردمن که انتخاب میکنن من براشون کار بکنم یا نه. اون نمیگم اون بی اهمیت بودم، نه، ولی بی انصافی بود به نظرم برای از این بازی بی انصافی ها تو عالم نقد تو عالم سینما زیاد شده. حالا الان بکنه ضرب در میلیون در فضای مجازی، اگه من بخوام به هر کدوم از اونا اون شکلی اهمیت بدم که نابود میشم. واقعا جالبه که بازی شما توی دوئل همون اوائل فیلم که حضور داشتی همش تو نمای بسته و بله. نزدیک میگذاشت. آره خیلی عجیب بود. آره اون لانگ شات نبود، هنوز یادمه و میگم یاد گرفتم که الان به جوونا میگم، میگم ببین گیر نکن روی ماجرا. ما باید یه وظیفه‌ای داریم، اینه که اول فیلمنامه‌ای که انتخاب می‌کنیم دلی، یعنی من خودم اینجوری دلی خودم می‌ذارم جای تماشاچی، انتخاب می‌کنم که اینو دوست دارم ببینم رو پرده، یعنی اگه اوکی باشه می‌پذیرم. بعد باید من فقط رضایت کارگردان و به عنوان کسی که امضای آخر رو پای اون اثر می‌زنه جلب بکنم. حالا بقیه‌اش اینه که یه دادم خوششون میاد یه نمیاد. کی اصلا کجا کدوم قانون نوشته در کل سینمای جهان که یک بازیگر باید همه آدما از کارش خوششون بیاد، یا اصلا کارنامه یک بازیگر باید همش کارهای خوب باشه؟ اصلا اینجوری نیست، همش ما در حال تجربه کردنیم و نظرات متفاوت. ولی اینکه راجع به یک اثر حرف زیاد زده میشه و انتقاد اتفاقا زیاد میشه، این معنی جزئی نداره که اون کار داره دیده میشه و بحث انگیز شده و برعکسش دردناکتر اتفاقا که شما یک اثری داشته باشید هیچ کی حرف نزنه. خیلی دردناکه. آقای مهدویان گاف کرد، واکنش نشون داد. حالا این از خودش خواهم پرسید. بله خودش باید جواب بده. بله. قبل از اینکه برگردیم به صحبت مهدویان شده باز برگردیم به زخم کاری، فیلم حوالی 8 صبح بله که الان رو پرده است، اینو چند سال پیش بازی کردی نه؟ بله اینو 2 سال پیش. دو سال پیش قبل از رفتن فرخ نژاد دیگه. بله قبل از رفتن فرخ. خب این البته الان وقتی آدم میبینه فیلمو بعد مقایسه با زخم و کاری بله یه خود مثلا نقش کوچیکی به نظر میاد نه؟ خب آره دیدی فیلمو رو کرده؟ بله دیدم. بله فیلمو دیدم. چیز بود راستو بخواییم، من علاقه شخصیم به اونجور فیلمنامه ها هست، یعنی فیلمنامه های با تم رمزآلود خیانت، فیلمنامه های مچ پوینتی، آنفیتفولی، این مدل های اینا رو دوست دارم، این علاقه شخصیمه. برای همین قبلا هم سینمای اجتماعی منوشهر عادی رو کارگر ساده دیگه اومد یه سری سریال ساخت و این حرف ها که حالا به هر حال سلیقه او بود و مخاطبم به حال بعضی رو دنبال کرد بعضی رو نکرد، نقدایی هم بهش شد، تشویقایی هم شد، ولی به حال مورد علاقه من به حال نبوده. بازگشت به خیشتن اتفاق افتاد. بله آره دیگه. وقتی فیلم نامه حدود 8 صبح بهم داد گفتم آها، بعد اون شعر دوباره داره میشه همون ماجرایی که جفتمون با هم علاقه مشترکمونه، برو بریم. که اون نقشم اتفاقا نقشی بود که
اون تعلیقه رو من دوست داشتم چون نداشتمش در کارنامه کاریم، نه اون قهرمانه بود، نه اون ضد قهرمانه بود، نه فلان، یه چیزی مابینی بود که من دوستش داشتم. بی‌تعارف دلم می‌خواست این فیلمنامه رو توش باشم، حالا خیلی متر و وجبش برام مهم نبود، ولی بله زخم کاری یک سال و نیم بعدش به پیش اومد که کار کردیم. از حاصل کارم ناراضی نیستم رو پرده، وقتی فیلمو دیدم فیلم به نظرم فیلم آبرومندی است، درآمد منهای سکانس فینال که سلیقه‌ایه و من سلیقه من نیست ولی سلیقه منوچهر هست، برای من قابل احترامه. باز تو عرایزم گفتم من یاد گرفتم که کارگردان امضای آخر بزنه، وقتی پذیرفتم باش کار بکنم باید این کارو بکنم. یه روز اگه بخوام خودم فیلم خودم بسازم شاید فینال این فیلمو یه جور دیگه در بیارم، یا حداقل انتخابی که یه انتخاب دیگه بکنم. در واقع اون وضعیت متعادلی که آخر پیش میاد، یعنی بحران تموم میشه با یک فاجعه بحران تموم میشه. البته اینم بگم، حالا نمیدونم خود منوچهر گفته یا نه، یه بخشیش هم در واقع مجبور شد به خاطر ممیزی که حالا سوژه خاص و ملتهبی که بود، به هر حال حالا الان نمیخوام لو بدم چون فینال یه فیلمه، به خاطر اون سوژه ملتهبی که بود ممیزی خورد و گفتن آقا اینجوری باید در واقع این دیالوگو در بیار. اون در آوردن اون دیالوگی که من رو اون پل عابر پیاده به خانم یکتا ناصر میگفتم، این باعث شد اتفاقا یه تعلیق، یه علامت سوال بزرگتر ایجاد شد، انگار که فیلم خب تازه انگار میخواد شروع شه، حالا چی شد فلان، اون علامت سواله پایان بازی شد که اون شکلی شد. من بیشتر سلیقه که عرض کردم بیشتر به خاطر حالا انتخاب موزیک بود، کاملا سلیقه‌ایه، برای من قابل احترام سلیقه ایشون. به هر حال یه تصمیم مهم بوده توی کارنامه منوچهر هادی بعد از اون سریال ها. بله. خیلی تصمیم مهمی بوده، ریسکی بوده. بله. که به نظرم ریسک ناموفقی هم نبوده. بله من فیلمو دوست داشتم. متنفرم از زن شوهرو که گوشی هم دیگه رو چک میکنن، شک دارم به هم، به هم اعتماد دارم، گوش کن دارم حرف میزنم. باباشون اون که نمیشه، هر مردی دو شب دیر اومد خونه بهش تهمت زد. وقتایی هم که تو پیشم نیستی من تنها، وقتایی که هم پیشت نیستم تو تنها نیستم. کدوم حروم زاده این اسمسا یه عاشقانه رو بده ها؟ یه جوری زوره داشت ما رو بگیری، داره همه همونو بیچاره میکنه، داره همه همونو بدبخت میکنه. شما که به کار کردن من، به رنگ موم، رنگ لباسم، به همه کار من کار داری، چطور برای موضوع به این مهمی نظرمو نپرسیدی؟ از مجازات رابطه با زن شوهردار در زندگی چیزی نگفتی؟ حدود 8 صبح، فیلمی از منوچهر هادی. با زخم کاری شروع کردیم، با زخم کاری هم که تموم بکنیم، این سکانس آخر این سریال زخم کاری دو، حالا به هر حال داستان خط کلیش که از هملت گرفته شده فقط خط کلیه دیگه، خیلی پایان غافلگیر کننده ای داشت. و حالا به خود شما، بازی شما برگردیم، اون کاری که مالک کرد بعد از اینکه گریان و پریشون از کنار سمیرا و طلوعی گذشت و یه گریه مثلا بقیه کرد و داشت میومد به طرف طلوعی، خب همه فکر میکردن خب این الان میخواد چه کار بکنه. این پرسان بودن نگاه رو توی چشمای طلوعی هم میدیدیم و وقتی اومد اینو بغلش گرفت، در نگاه طلوعی هم وحشت و هم حیرت توامان دیده میشد. این به نظر من یک چیزه، یعنی از اون مواردی که میتونیم یه چیز درست کنید، یک کاتالوگ، یک کلیپ بخواید از بازی خودتون درست کنید، به نظر من این خیلی چیزه، خیلی مناسبه برای انتخاب و خیلی بازی خوبی هست با نگاه. فداتون شدم. لحظه به هر حال لحظه خیلی مهمی بود، راجبش بارها حرف زدیم، ساعت ها من خودم فکر کردم، چون از ابتدا میدونستیم که قرار این فینال رو داشته باشیم، یعنی از همون روز اول معلوم بود که قرار مالک کجای قصه بیاد، یعنی بیاد که در واقع از زاویه نگاه ماها طلوعی و سمیر و اینا، چون ما که نمیدونستیم قراره کجا بیاد و قراره چجوری بیاد، اینو میدونستیم، برای همین من فرصت داشتم بهش فکر کنم. اون لحظه لحظه بود که دو سه تا حس، همینطور که دقیق شما فرمودین، توامان بود. یک، شوک از اینکه یه آدمی که مرده بود زنده شد. درسته که طلوعی تو
مسیر این 13 قسمت دو سه بار گفت اون مارمولک من شک دارم مرده باشه. آره نشان هوش بالای طلوعی بود ولی فکتی براش نداشت. میگم من تا جنازه این روباهو نبینم باور نمیکنم که این مرده است. و حتی اجو به پسرش هم میگم من بابات مرده، من مالک مرده، دیدی جنازه شو فلان. ولی خب به هر حال مرده فرض کرده بودیم دیگه. شوک از اینکه مرده زنده شد، شوک از اینکه در این لحظه اومد که دارن پسرش رو خاک به خاک میسپارن، و این حیرت و این شوک. حالا وقتی اومد از تنه زد به سمیرا، از بغل طلوعی رد شد، اولا که یه جا من چشمو میبندم، یعنی وقتی میاد از بغل من میگم دیگه این هر لحظه ممکنه که حمله کنه، رد میشه، بعد برمیگرده و من برمیگردم میبینم رفت و یه نفس راحت دوباره برمیگرده اومد، میگم دیگه این دفعه اومد چاقو رو بزنه، چون من که نمیدونستم تفنگ تو جیب سمیراست. ولی سنگینی رو حس میکردم که با ورود مالک که پسرش رو دارم میکنم تو خاک. و وقتی میاد حتی اگر دقت کرده باشین وقتی بغل میکنه من یه آن تو صورتم انگار چاقو خورد، بعد دوباره این فروکش میکنه، آروم آروم دستم اومد بالا، میگم نه یه آدم زنده است منم نزد. حالا دیگه بغلش شکل گرفت، حالا هزار تا علامت سوال که آقا چی شد، چرا میاد. آخه نکته هم اینه که طلوعی نمیدونه که مالک چی میدونه اصلا از این ماجرا. اینم هست که استفهام هم هست. یعنی تا زمانی که میاد از کنارش رد، وقتی میبینه طلوعی مالک رو، یه حسایی از کنارش رد میشه، یکی بعد برگه میگه داره نگاهش میکنه، اون طرف رو داره میبینه، یه حس دیگه داره بر میگرده تا بیاد برسه بهش. اونجا دیگه دستم یخ کرد. آره. داریم راجعش حرف بزنیم، باور کنیم. آره. دستم و بعد وقتی بغلش میکنه خیلی چیده مجموعه ای از حسای متناقض که هم به نظر من ایدهش خیلی ایده خوبیه. بله. توی فیلم نامه، توی کارگردانی و بعدم بازی دیگه. اینکه لطف شماست، ولی منم اون لحظه رو خودم دوست داشتم. میگم الان باز تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد اون صحنه رو ما داشتیم در گرمای مثبت 40 درجه میگرفتیم در اون قبرستان در شهر ریش عبدالعظیم. خیلی شرایط سختی بود به لحاظ فیزیکی. دو سه تا سرومی داشتیم، دو سه نفر غش کردن. خود حسین یه بار زیر سروم رفت، دو بار خانم آزادی ور زیر سروم رفت اون روز از شدت گرما و گرمازدگی. تو اون شرایط این سکانس رو داشتیم بازی میکردیم و به نظرم سکانس تکان دهنده ای از آب در آمده. حالا اون علامت سوالی که میفرمایید که آقا اساساً اصلا مالک میگه مقصر مرگ بچه‌م سمیراست یا طلوعی، سمیرام که هم مقصر نیست در اتفاقی که افتاده، یعنی همه تقصیر این من نیست. حالا آیا مالک این دیتا رو داره نداره؟ ولی حرکتی که کرد به نظر من نقطه پایان خیلی خوبی بود برای اینکه حالا بشینیم ببینیم فصل 3 چه اتفاقی میفته. یعنی توی این جور لحظه ها کسی مثل طلوعی که یه جوری ام الخبائث هست بعدش داره فکر میکنه که تمام این اتفاقایی که بعد از مرگ یا تصور مرگ مالک تا الان افتاده همه ظاهر میشه جلوی چشم، مرور میشه. بله عین فیلم رد بعد میشه. حالا مالک چی میدونه حالا مهره بعدیمو چیکار کنم؟ شطرنجی که دارم بازی میکنم، همون ارزی که اولش کردم، طلوعی در کل فصل 2 رقیبی خیلی جلوی خودش نمیدید، هم تراز خودش. حالا مالک برگشته، حالا باید شروع کنیم جنگ. این پینگ پونگی که میخوایم بازی کنیم، حالا اون برش یکی هست که اونم بلده بکند بزنه، فورهند بزنه. این جنگه قراره که تازه شروع بشه. و فصل 2 ما خود حسین یک تعبیر جالب داره، میگه فصل مفصلی بود. فصل 2 ما فصل مفصلی بود، این مفصلی که پا رو بهم وصل میکنه. این فصل احتیاج بود که فصل 1 رو وصل کنه به فصل 3. حالا بماند که پلات در واقع هملت و از مکبث به قول شما به هملت، حالا در 3 هم قراره ما بریم روی باس هم پلات دیگری از شکسپیر که نمیگین. میگم چون از حسین اجازه گرفتم. آره من چون خیلی ورود نمی کنم به این ماجرا، ولی چون دو تا پلات همزمانه دیگه قابل حدس خیلی برای تماشاگر شاید نباشه، اینو با خیال راحت میتونیم بگیم که ما فصل 3 روی پلات شاهلیر و ریچارد قرار حرکت بکنیم. تلفیقی از ریچارد و شاهلیر که جفتش از شاهکارهای شکسپیره، که قراره که فصل 3 ما توی در واقع این دوتا پلات بچرخه.
ولی این نوید رو میتونم بدم حالا کسایی که منتقد سریال بودن. ببینید علتش فکتش هم میگم، فصل یک ما 30% آدم ها میشستن دسیسه میکردن راجع به مسائل اقتصادی حرف میزدن، 70% عمل میکردن، اکت داشتن، روابط حاکم بود 70%. فصل دوی ما برعکس بود، 70% همه آدم ها راجع به مسائل اقتصادی اینا حرف میزدن، 30% اکت و عمل بود، مخصوصا تو دو سه قسمت آخر. فصل سه ما دوباره تلفیقی است که حالا دوباره روابط حاکم میشه، یعنی اساسا تماشاچی روابط بین آدما براش جذاب‌تره تا اینکه حالا اتفاق پتروشیمی چی شد، پول نروژیا چی شد. درسته اون نخ تسبیح زخم کاری اصلا مفاسد اقتصادی است، نخ تسبیحه، ولی اون دونه ها که قرار این تسبیح رو شکل بده روابط بین آدماست که حالا با برگشتن مالک تازه و مثلثه داره جور میشه، تازه روابط داره شکل میگیره. حالا اینکه این کاراکتر چند تا کاراکتر اصلی که حالا یه پانی هم بهشون اضافه شده، اینا تو اون روابط به چه شکل همدیگه رو دور خواهند زد، چی کار خواهند کرد، این دیگه به نظر من یه کوچولو تماشاش سب کنه. در فصل 3 سعی میکنیم که جنس سوئیسی دستش بدیم کیف کنه. توی این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم، این فضای اقتصادی، فضای اجتماعی، فضای روحی روانی که جامعه داره، ساختن و نمایش این همه خون و جنایت و دسیسه و اینا جنبه مثبت داره فکر می‌کنیم؟ نتیجه مثبت داره، مردم خوششون میاد از تماشای این چیزا، ولی نتیجهش اجازه بدین اینو حسین جواب بده. به هر حال اجازه بدین اینو حسین، ولی من از نظر من اگر این نبود دیگه میشد چسب زخم کاری دیگه، اسمش زخم کاری نبود دیگه، زخم کاری باید خون داشته باشه دیگه، بدون خون بیمزه است. خود حسین باشه. آره خود حسین شب قسمت فینال داشتیم با هم صحبت میکردیم، پیغام داد که این خیلی خشونت این قسمت آخر زیاد شده، من به نظرم باید هی استورینا بذاریم یا حتما چیز کنیم که زیر 15 سال نبینن. خودمون الان داریم میبینیم تو تدوین قسمتی که فرد میخواد پخشه فرد. من بهش به شوخی گفتم تام دیگه زخم کاری که خون نداشته باشه که دیگه سوسول بازی بذار خون داشته باشه، ولی نیت به نظرم نشون دادن مفاسد اقتصادی پشت پرده است. نیت اینه که آقا تماشاشی ببینه که چه هیولاهایی افتادن به جون اقتصاد این مملکت و دارن دلوپی میخورن و میبرن و آبم از آب تکون نمیخوره. نیت اینه، حالا در کنارش خونم ریخته شده و این حرفا، میفهمم خاطر مردم مکدر میشه، قابل درک، قابل احترامه، ولی اگر به اون نیت بزرگ فکر کنن به نظرم براشون راحت تر پذیرشش. پس زخم کاری سه همچنان کاریه، خیلی کاریه، تازه شروع شده. به اعتقاد من فن زخم کاری یک بودم، جمعه به جمعه میدیدم، انتظار میکشیدم جمعه بیاد و اون توی مصاحبه دیگه هم عرض کردم تموم که میشد میگفتم چون اندینگای حسین خیلی دوست دارم، گفتم ای بابا یک هفته دیگه باید صبر کنه. به عنوان فن زخم کاری یک و بازیگر زخم کاری دو عرض میکنم خدمتتون که زخم کاری سه تازه شروع ماجراست، که به هر حال الان چینش ها اتفاق افتاده، فصل مفصلی رو پشت سر گذاشتیم، حالا رسیدیم به این که ببینیم که اینا به جون همدیگه بفتنیم به کجا میرسه. حالا من سوال آخر رو میکنم، الان امسال 48 ساله شدی. بله. وقتی 20 سالت بود به 48 سالگی که فکر میکردی، فکر میکردی در 48 سالگی چه موقعیتی داشته باشی، به کجا رسیده باشی، چه تصوری در مورد 48 سالگی خودت داشتی؟ آقا سوالتون رو برعکس جواب بدم، من 48 ساله اگر بشم 20 ساله این همین راه میام، این همین انتخابا رو میکنم، هم در زندگی شخصی هم در زندگی حرفه‌ای سینما این همین راه میرم. بله اگر فرصت داشته باشم با علم به این 48 سالگی برگردم تصحیح میکنم خودم و خیلی از اشتباهاتم رو نمیکنم، ولی منظور عرضم اینه که هر آنچه در این 28 سال گذشت همه انتخاب خودم بوده. یعنی از انتخابات راضی هستی؟ اصلا آره خودم انتخاب، هیچ جا مجبور نشدم. خب میدونم اینا مقاطعیه که پیش اومده یا پیشنهادایی شده انتخاب کردی. منظورم اینه که در 20 سالگی به عنوان یک جوان 20 ساله یک چشماندازی برای خود تصور میکردی، فکر میکردی در 48 سالگی
چه موقعیتی داشتی؟ امیدوار بودی؟ مبهم بود برات؟ یا یک چیز، یک مسیر خاصی در نظر داشتی؟ امیدوارم شعاری نباشه این جوابی که میخوام بدم. 20 سالگی یه خودی بیام جلوتر، در 24 سالگی در ابتدای سینما، راجع به سینما داریم حرف میزنیم، در ابتدای ورود جدی من به سینما که همون فیلم دوئل و جشنواره بود که فیلم دوئل توش بود، اونو اگر نقطه ابتدایی بذاریم، واقعا چون آدم رویا پردازی خیلی نیستم، در همش به همون لحظه فکر میکردم، حتی میگفتم این چرا الان برای من اتفاق افتاد، این باید 20 سال دیگه اتفاق میافتاد. یعنی همش میگفتم خدای زیادی هم به من دادی، آدم قانعی هستم اساسا و اصولا، برای همین بلند پروازی اونجوری ندارم که بگم مثلا من در 48 سالگی به فلان جا میرسم، نه، همون لحظه رو سعی میکنم ازش لذت ببرم و برای همینم عرض میکنم اگه برگردم دوباره همین راهو میام. الان من دارم لذت میبرم که جلوی هوشنگ گلمکانی نشستم، کیف دارم میکنم و سعی میکنم که با تمام وجودم از این لحظه لذت ببرم. همیشه اینجوری زندگی کردم، امیدوارم این بعدم بتونم این شکلی. پس از موقعیتی که داری در این 48 سالگی راضی هستی؟ خدا رو شکر به شدت. چقدر خوب. چقدر خوب. بله. حسرتی نداری اصلا؟ اصلا. چقدر خوب آدم حسرت نداشته باشه. اصلا. حسرت شخصی ندارم ولی حسرت جمعی دارم. نه، حسرت شخصی نه، نه ندارم، نه نه ندارم، ولی حسرت جمعی دارم برای کشورم، برای مردمم، که اصلا اون بحثی که هممون داریم، ولی حسرت شخصی ندارم، نه واقعا ندارم. یعنی چیزی نبوده که بخوای بهش برسی و نرسیده باشی؟ به همه چیزا که میخواستم رسیدم. چقدر خوب. یه دختر دارم خدا رو شکر سالم، کیف میکنم باش، زندگی آروم دارم، بی‌حاشیه، به عنوان یه بازیگر کوچولو هم در مملکتم یه اعتباری دارم، خدا رو شکر تمام، چیزی دیگه نمیخوام. چقدر خوب، خیلی خوشحال هستیم با کسی دارم مصاحبه میکنم که از وضعیتش راضیه، از به آیندت هم امیدوار هستی انشاءالله. بله. و ما منتظر کارهای دیگه میمونیم و زخم کاری سه تا ببینیم که چه کاری خواهد کرد. انشاءالله با امید خدا. خیلی ممنون. رو سفید بشم، قولی که دادم رو سفید بشم، چون این ثبت میشه دیگه برام. و ممنون از شما که این گفتگو رو تماشا کردید. به من که چشمامو رو بستم، نمیتونی چیزی رو عالی کنی، شونه من خسته ترم زونیه که روش بخوای بغزتو خالی کنی. چند قدم فاصله است، احساس من به آخرش رسیده، حتی همین چند قدم هم زیاده برای من که نفسم بریده، برای من که نفسم بریده.